تو فیزیک گیری؟ بیا آزادت کنم. آزاد هستم، مدرس درس فیزیک. خب بچه ها، امروز میخوام یادتون بدم چه شکلی سوالات مدار رو حل کنین. اینکه اگه یه قسمتی از مدارمون ولتاژش، مقاومتش تغییر کرد، جریانش چه شکلی تغییر میکنه، توانش چه شکلی تغییر میکنه، با من باش یادت بدم، چون بیشتر معلم ها و اکثر دانش آموزا توش مشکل دارن. ببین، ما 4 تا نکته داریم، با همین 4 تا نکته همه سوالاشو حل میکنیم. نکته اولمون 1، ببین، تا وقتی که مولد تو مداره ولتاژ ثابته، تا وقتی مولد تو مداره ویمون ثابته. کدوم وی؟ وی کل. نکته دوم، یادم باشه هرگاه در هر گوشه ای از مدار مقاومتی زیاد شد، ببین مقدار مقاومت مد نظرمونه، ببین مقدار مقاومت مد نظرمون، و نگفتم که سری باشه یا موازی، مهم نیست، هر شکلی میخواد باشه، هر گوشه ای از مدارمون مقاومت زیاد شد، آره توتالمون زیاد میشه، آره توتال زیاد شد، جریان کل کم میشه. نکته بعدی، ببین هرگاه ازت پرسیدن ولتاژ دو سر مولد چگونه تغییر میکنه، برو سراغ این فرمول، از این فرمول استفاده میکنی، درست شد؟ و نکته آخر، هر وقتی مقاومتی زیاد بشه ولتاژ دو سر همون مقاومت هم زیاد میشه، ولتاژ دو سر همون مقاومت زیاد میشه. تمومه. با این 4 تا نکته میخوام تست حل کنم. با هم بریم سراغ تستمون. تست قلمچی 98. طراح ازم میخواد اگه مقاومت R1 کاهش پیدا کنه بهش بگم ولتسنج V1 و V2 چه تغییری میکنه. ببین الان نکته بهت گفتم، گفتم اگه مقاومتی مقدارش زیاد شد ولتاژ دو سرش هم زیاد میشه، اگه مقدار مقاومت کم شد ولتاژش هم میاد پایین. الان وقتی گفته مقاومت R1 کاهش پیدا کرده یعنی کم شده، پس ولتاژش هم کم میشه. من میدونم وقتی این ولتاژمون در واقع ثابته، یعنی به منبع وصلیم، وی کلمون ثابته، وقتی وی یک به اضافه وی دو رو بنویسم وی یک کم شده، پس مجبور این زیاد بشه تا این ثابت بمونه، پس گزینه ای که وی یکمون کم شده وی دومون زیاد شده جوابمونه. بریم سراغ تست بعدیمون، در مدار روبرو R2 زیاد شده. ببین مگه نگفتم اگه R2 زیاد شد یا هر مقاومتی زیاد شد ولتاژ دو سرش هم زیاد میشه؟ گفته ولتاژ دو سرش چجوری تغییر میکنه. خب وقتی R2 زیاد بشه ولتاژش هم زیاد میشه، گزینه دو جواب تستمونه. حالا یاد گرفتی چجوری افزایش کاهشی ها رو جواب بدی؟ دیدی که خیلی راحته، ولی خیلی از بچه ها توش گیرن. منتظر کلیپ های بعدیمون باشید. آکادمی پزشکی ها